بهار سال گذشته بر اساس آمار موجود حدود 1,858,000 نفر به خارج از کشور سفر کردند که بر مبنای سیاست ارزی دولت اگر به هر مسافر 300 دلار ارز دولتی به نرخ 3500 تومان داده شده باشد رقمی معادل 2000 میلیارد تومان از کشور خارج شده است. طبق آمار غیر رسمی تعداد سفرهای خارجی در 3 ماهه ابتدایی امسال 10% نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. بر این اساس برآورد می شود که در بهار امسال بیش از 2 میلیون گردشگر ایرانی به کشورهای خارجی سفر کردند. اگر این گونه محاسبه کنیم که دولت بر اساس سیاست جدید ارزی خود با توجه به بعد مسافت به ازای نیمی از این تعداد گردشگر 500 یورو و نیمی دیگر 1000 یورو ارز مسافرتی داده باشد، در نتیجه 1,500,000,000 یورو برای مسافرت‌های خارجی از سوی دولت اختصاص یافته که در واقع رقمی معادل 7350 میلیارد تومان از کشور خارج شده است. نکته دیگر این که فرض کنید یک فرد قصد سفر به تایلند را داشته باشد. بر اساس سیاست ارزی جدید 1000 یورو ارز مسافری دریافت می کند. با توجه به میانگین قیمت تور مسافرتی به مدت 7 شب که رقمی حدود 2,600,000 تومان است، یک مسافر تنها حدود نیمی از ارز دریافتی را هزینه می کند. حال اگر مسافر باقی مانده ارز مسافرتی خود را که حدود 500 یورو است به کشور بازگردانده و در بازار آزاد بفروشد، حدود 4,750,000 تومان سود کسب کرده است. به عبارت دیگر می توان گفت که دولت تمامی هزینه های سفر یک فرد را تامین کرده و دستمزد و هدیه خوبی هم به او داده است. همونطور که در سایت این شرکت هواپیمایی هم ملاحظه می کنید، به ازای 7 شب اقامت یا 9 شب اقامت، 11 شب اقامت و 13 شب اقامت در شهرهای مختلف تایلند قیمت‌های متنوعی داده شده، از جمله این قیمت که 13 شب 2,050,000 تومان، یعنی با نرخ دلار 4,200 تومانی حدوداً میشه 488 دلار. گفته میشود در این بین برخی آژانس‌های مسافرتی نیز فرصت را غنیمت شمرده و با صدور بلیط‌های یک روزه به کشورهای همسایه بدون هیچ هزینه‌ای برای اقامت ارز مسافرتی را به نرخ کمی بالاتر از ارز دولتی خریداری و پس از فروش آن سود سرشاری نصیبشان می‌شود. تعدادی از آژانس‌ها نیز به شرط تحویل حوالی ارزی به آژانس بلیط رایگان برای مسافران صادر و با توجه به اختلاف نرخ ارز سود فراوانی عایدشان می‌شود. به ویژه اگر آژانس‌ها بلیط را به صورت چارتر خریداری کرده باشند که سود حاصل از این روش چند برابر خواهد شد.